اون چی که مسلمه اینه که تلاش این مجری بی بی سی برای اینکه از جان بولتون یک حرفی علیه مجاهدین بیرون بکشه کاملا با شکست مواجه شد. حالا چند صحنه دیگر رو ببینیم، مثل اینکه پروپاگاندا برای رژیم سابقه داره. ولی من پاسخ سوالم رو نگرفتم. من پاسخ سوال من رو ندادید آقای بولتون. اگر که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای خارج نمی‌شد، اگر که تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع نمی‌کرد، اگر که ایران رو وادار به واکنش نمی‌کرد، اساساً فضا به این سمت پیش نمی‌رفت که ما الان به اینجا برسیم. نه، من فکر میکنم که شما در کل طول این مصاحبه همچنان دارین پروپاگاندای رژیم تهران رو ادامه میدین و من متاسفم که شما همچنین تصمیم میگرفتید. ظاهرا در گذشته خانم والدی ایشون هنگام بازگشت به ایران با توقیف گذرنامه مواجه میشند که عواقب بسیار دردناکی رو به دنبال داشته. میرفتن سر میزدن، کسی بهشون پاسخی نمیداد تا روزی حال مامان من به هم خورد از شدت فشار عصبی و رئیس دفتر قاضی مقیسه دلش سوخت و برای پدر مادر من وقت گرفت. قاضی مقیسه رو دیدن و قاضی مقیسه گفتش که تا زمانی که رنا از بی‌بی‌سی بیرون نیاد این داستان ادامه خواهد داشت. خوشبختانه بعد از یک سال تمام شد و پدر مادر من گذرنامه‌شون رو پس گرفتن. این تیکه رو خانم مجری خیلی سریع رد میکنه. خوشبختانه تموم شد. ببینم چجوری شد که پدر و مادر گذرنامه‌شون رو از دشقی مقیسه پس گرفتن؟ خب الحمدلله که پدر و مادر گذرنامه‌شون رو از دشقی مقیسه، همون دشقیم به نام قتل عام در سال 67 که همه زندانی‌های اون زمان میشناسنش، پس گرفتن. البته در یک مورد دیگه رأفت نظام جمهوری اسلامی شامل حال ایشون میشه. درست زمانی که خبر میرسه یه تعداد از کارکنان بی بی سی از معامله با رژیم ممنوع شدند. یکی از پرسنل بی بی سی فارسی از این فهرست خارج شده است. او کسی نیست جز رعنا رحیم‌پور، مجری تلویزیون فارسی بی بی سی که مواضع همدلانه اش با جمهوری اسلامی واکنش‌های زیادی میان مخالفان برانگیخته است. البته خودش تایید میکنه که ممنوعیت معامله با این رژیم برای اون لغو شد. با خبر شدم جمهوری اسلامی من را که هیچ دارایی در ایران نداشته و ندارم از فهرست ممنوع المعاملگی حذف کرده. اما در مورد علت این لغو محدودیت خیلی مبهم صحبت میکنه. شاید دلیلش اینجور توییت ها علیه مجاهدین باشه که سایت های رژیم هم بلافاصله رسیدش رو براش میفرستادند. توییت مجری بی بی سی درباره گرد همایی مجاهدین. گزارش روزنامه گاردین درباره نشست دیروز مجاهدین در پاریس خواندنیه. میگه فقط نیمی از هزار ایرانی بودن و بقیه لهستانی، چک و پناهنده سوری در آلمان بودن. این مجری بی بی سی نه تنها وفاداریش به جمهوری آخوندی رو پنهان نمی‌کنه، بلکه پرچم خرچنگ نشان آخوندها رو هم به عنوان پرچم ایران قبول داره. یکی از دغدغه‌های ایشون اینه که راه معامله با رژیم بسته نشه. به همین خاطر بعد از خروج آمریکا از برجام خاطر ایشون خیلی مکدر میشه و در سوگ برجام این توییت رو میکنه. تصمیم ترامپ برای خروج از برجام ثابت خواهد کرد که رهبر عالی به درستی به رئیس جمهور هشدار میداد که به آمریکا اعتماد نکند. این فقط باعث تضعیف مدره‌ها خواهد شد. تو داره قصه اصلاح طلب‌ها رو می‌خوری؟ بابا ماها قبل از این توییت مردم گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. کدوم اصلاح طلب؟ کدوم مدره؟ تموم شد رفت. بابا تو داری سر قبر گریه میکنی که توش مرده نیست. بعد ببینید که این دیگه چه موجودیه که نوستالژی زندگیش حسرت رأی دادن به خاتمیه. دوم خرداد 76 هنوز حق رأی نداشتم. خونه پر از بحث سیاسی، پوستر و روزنامه بود. احتمالاً یه جایی در اتاقم در خانه پدری چند تا از اون پوسترها مونده باشه. برمیگردم یه روزی خاک میگیرم از خاطره ها. بابا تو دیگه کی هستی؟ خاتمی الان تو عرصه سیاسی زندگی گیاهی هم نداره. الان تک رقمی هم نیست. ملت ایران دنبال دموکراسی و آزادی و آبادی ایرانن. بعد تو میخوای برگردی تازه پوستر خاتمی از زیر خاک در بیاری؟ بیدلیل نیست که رئیس دفتر سابق خاتمی یعنی ابتهی هم از حرفای تو استقبال کرده. امشب مصاحبه شجاعانه و صریح مجری بی بی سی با جان بولتون داشت. خشونت و بیرحمی مطلق. ببین
تو که با پرچم رژیم مشکل نداری، معامله هم که میتونی داشته باشی، رفت آمد به ایرانم که برات آزاده. تو ایران هم که بودی به عنوان بچه مذهبی برای گزارش تلویزیون خارجی انتخاب شده بودی. الان هم تو رسانه‌ای کار میکنی که اصلا ضدیتی با جمهوری اسلامی نداره. بیسی رفتیم ایران با مقامات صحبت کنیم که دفتر باز کنیم، خیلی هم خوشبین بودیم. ولی اتفاقاتی که در انتخابات پیش اومد که اصلا ربطی هم به ما نداشت، باعث شد که بی بی سی رو تبدیل بکنم به یک رسانه ضد جمهوری اسلامی که همچین چیزی کاملا غلطه. ما نه ضد جمهوری اسلامی هستیم. خب با این وضع معلومه که تسنیم هم برات کارت دعوت میفرسته که بیا ایران اینجا کار کن. پس دیگه از این جست های خبرنگار بی طرف و اینا رو برای ما نگیر. حالا اگر میخواید بدونید که علاقه وافر اون به برجام و باز شدن راه معامله با این رژیم از کجا در میاد، شاید نگاهی به شغل همسرش کلید ماجرا باشه که چرا ایشون جان بولتون رو متهم میکرد که یک دریا پول از مجاهدین گرفته. همسر ایشون آقای دومینیک هربرته که یک مشاور مالیه، قبلا در بانک استنلی مورگان کار میکرده و الان هم مدیر اجرایی سرمایه گذاری بانک کویت و شرکت فیدلیتی است. به زبانهای فارسی عربی هم مسلطه و خلاصه یک آدم پیچیده دنیای تجارته. دیگه سیاستشو ما نمیدونیم، الله اعلم. ما فقط میدونیم که ایشون به ایران تردد داشته و در راه سرمایه گذاری تلاش های زیادی برای نوسازی کشور انجام میداده. پس طبعا قابل فهمه که تا مدت ها عکسی از ایشون منتشر نمیشده، مبادا به برجام که خانم ایشون بر سرش خیلی غیرتی هستن بر بخوره و توافقات هسته‌ای بسته‌ای با قاضی مغیثه به هم بخوره. وقت بخیر و خدا نگهدار.